G4. دوباره سلام به بیننده‌های محترم تیوی پلاس. همین قسمت اول گفتگو با رضا گلزار کلی فیدبک داشت. آره خدا رو شکر خیلی اتفاقای خوبی افتاده. من بهتون قول میدم تو قسمت دوم این گفتگو هم کلی بهتون خوش بگذره. زیاد حرف نمیزنیم، ببینین از ما هم هر جا میشینین تعریف کنین. خواهش. فقط یه چیزی بگم، قطعا این گفتگویی که با رضا گلزار اتفاق افتاده پر از ناگفته‌هاییه که تا حالا ایشون به زبون آورده و این افتخار نصیب تیوی پلاس. آره و تنها دلیلی که ما این گفتگو رو چند قسمت کردیم برای اینکه شما راحت بتونیم ببینیم، یعنی ما میتونستیم توی فایل مثلا یه ساعت و نیمه بدیمش بیرون، ولی چند قسمتش کردیم که راحت بتونیم ببینیم. دانلود کنید، همراهمون باشین، از این ور برید ببینید. مرسی. رضا گفتش که من تلاش کردم، من و هم نسلم تلاش کردیم که ستاره بشیم و یه اسمی از خودمون به جا بزنیم. فقط همین تلاش فردی باعث میشه که یه ستاره ساخته بشه، یا بالاخره سینما هم باید خودش خروجی داشته باشه دیگه؟ تلاش فردی که نیست، شانس هم هست. یعنی این که حالا همه با هم دست به دست هم میده، من تیمی رو همراهم دارم که الان خیلی هاشون رو اینجا میبینید، دوستانی که همیشه همراه همیشگی من بودن تو طول این 14-15 سال. ما تیمی تصمیم میگیریم، با هم فکر میکنیم. من شاید جلوی اتفاقم و فقط من دیده میشم، ولی این نیست. یعنی من از عزیزانی که اینجام هستن ازشون تشکر میکنم، میخوام در انتهام حتما تیتروار اسمشون بیاد. شاید خیلی از تصمیمای درست رو این عزیزان برای من گرفتن. در اون زمان شانس هم همراهی کرده، ولی این نبود که بگن رضا گلزار. یه چیزم براتون توضیح بدم، من آدم پولداری نبودم عزیزان من. خب یعنی این که فکر کنید رضا گلزار پول داشته، خب آره دیگه منم پول داشتم، نه این اتفاق نیست. من خرج چندین خانواده رو از ابتدای داستان بر اساس بضاعت مالیم پرداخت کردم. همین با شما بچه ها. آره خواهش. آره پرداخت کردم از اول. بله من از صفر شروع کردم. من تو رستوران کار کردم، با کمال افتخار این کار کردم. این که میگم تو رستوران کار کردم تو این نشه به عزیزانی که تو رستوران کار میکنن، چون یه سری گلگیر هم همون دوستان میکنن. این یعنی تو پولدار نبودی؟ آره من آدم پولداری نبودم، الانم نیستم، یه وقت اشتباه برداشت نشه، الانم آدم پولداری نیستم. یه چیزی بگم، بله. خیلی فکر میکنم تو از بچگی مرفه بیدردی. پس من با اجازه دوستان پشت صحنه که تصمیم میگیرن همه رو این چیزها رو خارج از ایته دوستان میخوام همه رو بگم، من نه مرفه بودم، نه پولدار بودم، نه پولدار هستم. من تلاش کردم و مستقیم وصلم به اون بالا با ADSL. خب بذار بگم چجوری. یعنی من یه مدتی بود دیگه با یه دوست مشترک یه رستوران گرفتیم، دوتایی با هم رستوران گردوندیم، جارو زدیم، غذا درست کردیم، جمع کردیم، پختیم، پهن کردیم. این رستوران تو شمشک بوده، من سالهای سال اونجا رفتم اومدم، دوستانی که اون موقع بودن و هستن میدونن. خب این واسطه‌ای که سال 77 من وارد آریان شدم باعث شدی که من یه ذره وضع مالی بهتری پیدا بکنم، ولی من از ابتدا وضع مالی مرفهی رو نداشتم. چرا فکر می‌کنی چرا همه دوست دارن بگن که رضا گلزار پول داره؟ همین الانم خیلی تصوری کردن رضا گلزار بگن که این همه آدم پولدار الان تو این مملکت هست. بد نیست پولدار بودن. نه من بحث من نیم. این همه آدم پولدار هست. چرا برای این عزیزان اتفاقی تو سینما نمیفته؟ یعنی میگن چون گلزار پولدار بوده از ابتدا. یا مثلا راجع به خوانندگی که الان من دلم میخواد نمیذارم شما دوستان حمید مصطفی حرف بزن، اشکال نداره. آره ولی میدونم همین صحبت هاست. بله. مثلا راجع به موسیقی صحبت میکنن، میگن گلزار آهنگ نخواند. اولا که من آهنگ رو برای یه قشر 90%ی که لست دارن همیشه به من و طرفدارای خاص خودم میخونم. پیج نظرسنجی هم تو اینستا را ننداختم که بیاین نظراتتون رو راجب من خواننده خوبی نیستم گوش ندهید، خواهش میکنم آهنگای من رو. من با هزینه شخصی کارم رو میکنم، تلاش میکنم برای این آهنگا. من آهنگی رو باید بخونم که بچه 6 ساله بشنوه، چون طرفدارای من از 5 و 6 تا 80 سال.
یعنی من باید این رنجم در نظر بگیرم، بچه 9 ساله اگه آهنگ منو شنید من خجالت نکشم لذت ببره تا 80 سال. ولی این بزرگیه برای تو که ستاره سینمایی، همه دوست دارن این که وارد خوانندگی بشی و خودتو بزنی زیر قلمایی که منتظرن تو یه کاری بکنی بزننت، یه کم ریسک. این ریسک از کجا میاد؟ این ریسک از اینجا میاد که موسیقی توی خون منه. یعنی من وقتی که میام یه کنسرتی رو میذارم، آقای مازیار فلاحی رو میارم، اولین کنسرت زندگیش رو، آقای بابک جهانبخش رو میارم توی تایمی که خودشون دوست دارم بعدن توضیح بدن راجبش، و آقای امیر و سهراب، توی این کنسرت من فقط درام میزنم. این ریسک از کجا میاد؟ علاقه. تمرین میکنم، تلاش میکنم، کنسرت سه سبک خواننده مختلف رو توش من جاز میزنم و زحمت میکشیم، همینجوری هر آهنگی بیرون نمیاد. شاید من خودم فن یه سری خواننده های دیگه باشم، ولی جنس اون خواننده ها رو باید بر اساس طرفدارای خودم مطابقت بدم و آهنگی رو بخونم که همه جای ایران بشنون و همه جا بشه شنید. اون کنسرتی که اشاره کردی با مازیار و بابک تو عریکه ایرانی بود دیگه؟ مازیار و بابک تو عریکه ایرانی بود. اون موقع مازیار به قول خود اولین بارش بود، بابک هم هنوز مثل الان بابک نبود و هم تو امیرونا هم که اصلا انتخابشون یه انتخاب جسورانه بود. چرا اصلا به این شو بعدش میخوام برسم به مرتضی؟ چون موقعی که تو با مرتضی شروع کردی به همکاری، خیلی هم میگفتن که تو میتونی با آدم بزرگتری کار کنی، چون اون موقع مرتضی هنوز بزرگ نشده بود، یعنی هنوز نترکیده بود دیگه. این کار کردن با آدم هایی که شاید یه مقدار گمنامن. گمنام که نبودن یقینا، نه گمنام، نه گمنام، ولی ستاره هم نبودن، جایگاه امروزی رو نداشتن یقینا. در مورد این عزیزان دلم می‌خواست که یه کنسرتی رو با یه تیکت، با یه پول تیکت مردم بیان گلچین آهنگای مختلف رو. من بند ریزار من قرار بود که این کار ادامه پیدا کنه و هنوز هم تو فکرش هستیم که ادامهش بده. کنسرت دوممون هم با آقای مازیار فلاحی و روزبه نعمت اللهی بوده، یعنی این دوتا عزیز تو برج میلاد کنسرت رو برگزار کردن. آقای پاشایی سوالتون چیه راجبش؟ مرتضی من تا اونجا که یادمه زیاد اون اوائل که تو برگشته بودی دوباره به ایران که با هم دیگه چپ شدین و قرار شد کار کنیم، مرتضی اون موقع سوپر استار نبود مثلا که و خیلی ها بعدش خیلی چسبوندن دیگه، گفتن آقا حالا که مثلا این بولد شده داره این اتفاقا میفته. ولی حتی موقع یادمه مرتضی حتی شیمی درمانی هم نمی‌کرد موقعی که تو برگشته بودی. ما هنوز نمی‌دونستیم که مرحوم پاشایی اون موقع سرطان دارد. یعنی ما که دوستیمون برقرار شد در جریان سرطان های پاشایی نبودیم. ماجرا از این قراره که مرتضی پاشایی الان بین ما نیست، اما اون همکاری که با رضا کرد بالای 1 میلیون خورده ای دیده شد تو سایت ها و یکی از آهنگ های هیت شد دیگه. آره واقعا هیت شد. این روند موزیک رضا گلزاد میخواد تو همون سبک و سیاق بره جلو. ببینید من موسیقی ما اولا که ببخشید ما خیلی اتفاقات غیر قابل پیشبینی داریم، یعنی سلیقه مردم ما بسیار غیر قابل پیشبینی است. یعنی یه زمان هستش که تو 80% روند کارو میری احتمال، من همیشه میگم به بچه ها و دوستان که ما ریسک کارو باید بیاریم پایین تا جایی که در توانم. تلاش هم اینه که کارهای بهتر رو بدم بیرون دیگه. آره میدونی که منم خیلی تلاش میکنم. این روزا هم جدی‌تر شده دیگه حضور شما تو موسیقی، هم بله. حرف آلبوم هست هم کنسرت. بله هست. کمپانی صفیپور شما را به دیدن ادامه برنامه دعوت می‌کند. یه روزایی بود که تمام زوم مردم ایران روی مرتضی پاشایی بود.
و همه هم میدونن که یکی از صمیمیترین و نزدیکترین آدمایی که به مرتضی پاشایی بود شما بودین. یه سری حرف و حدیثایی بود اون موقع، میگفتن که مرتضی خدا بیامرز داره فیلم بازی میکنه. اینو که شما در واقع میشیدین یا بهش انتقال میدادین، چه ریاکشنی داشت، چه حس و حالی داشت؟ ضمن این که میدونم که ما با مریم قاسمی گفتگو کردیم، بله. گفت انقدر رضا گلزار با ما رفیق بود حتی داشت دنبال خونه برای ما میگشت، یعنی تا این حد رفیق بود تو همه مراحل. داستان های پاشایی زن مفصله، ولی خب اگه دوست دارین، من موقع که وارد ایران شدم، شاید خب به دلیل اینکه یه دو سالی نبودم، بله، حقیقتن ایشون رو نمیشناختم و ما به عنوان مهمان برنامه، من و آقای حیایی و آقای پاشایی در شمال، این داستان مال خیلی قبل از این که بدونیم ایشون اصلا سرطانی داشته، موهاشون بریزه و رفاقتی بین ما شروع بشه، شمال مراسمی داشتیم و من پرسیدم که خواننده اینجا کی هست. ما رو تو راه داشتن میبرن، گفتن آقای پاشایی نامی هست که آهنگاشون رو من نشینده بدم تو ماشین برام. پرسیدم آقای پاشایی، دیدم خیلی برخورد مناسب و ما از هم جدا شدیم. من دو هفته بعد در راه شمشک برای اسکی یک سی دی رو گرفته بودم که این موزیک رو گوش میدادم، یه آهنگی بود به اسم جاده یک طرفه که من دیگه این آهنگ رو به آهنگ بعدی نمیرسوندم، یعنی انقدر علاقه من شده بودم. پرسیدم بچه این خواننده کیه، گفتن خدا بیامرز آقای پاشاییه و من متوجه شدم همون خواننده ایه که من اونجا دیدمش و پیگیری کردم، خواهش کردم که با مدیر برنامه‌شون تشریف آوردن دفتر من، ازش خواهش کردم که برای من کار بسازه، کمی که از خیلی های دیگه خواهش کرده بودن. مرتضی ما با هم رفیق شدیم دیگه، وقتی که میامد شب خونه من بیشتر به کار کمتر حرف می‌زدیم، اتفاقاتی که موسیقی اون چه جوری شروع کرده، من سینما چیکار کردم، گپ می‌زدیم، مرتضی کار تئاتر هم می‌کرده و راجع به این مسائل همش صحبت میکردیم، تا اینکه چند تا کار برای من گذاشت، گفت هر کدوم اینا رو دوست داری از بین این کارا انتخاب کن. قرار بود روز برفی رو من به تنهایی بخونم. خب کنار آقای پاشایی خوندن خب اتفاق خیلی بزرگی بود، چون صدای ایشون یه صدای خیلی استثنایی و رویایی بود، ریسک بزرگی برای من بوده و من به خاطر علاقه شخصی که به ایشون داشتم و خواننده محبوب من بود دیگه، تصمیم گرفتم این کارو بکنم و گفتم اوکی با هم بریم. یعنی مرتضی دوستاش که با هم بخونیم و خوندیم با هم اون کارو، و اون کار نتیجه مثبت و موفقی رو برای من تو کارنامه من گذاشت. بعد از یه مدتی ما الان یا نمیدونم که دقیقاً چقدر دوستیمون میگذشت که بچهای حرفه‌ای موسیقی به من زنگ زدن که گویا آقای پاشایی از بیمارستان باشون تماس گرفتن و دچار سرطانن و من فکرم شوخی میکنن، تا اینکه چندین میسکال رو دیدم از مدیر برنامهشون تماس گرفت و دیدم این موضوع صحت داره. یک سفری رو که با هم رفته بودیم دیگه ماهاشون شروع کرد به خاطر شیمی درمانی ریختن و من تلاش کردم که خیلی شرایط رو کنترل کنیم، حرف کردیم که چیزی رو جایگزین کنیم براشون رو سرش. بعد دیدیم خب مردم خیلی سریع متوجه میشن و لطمه بیشتری مرتضی میخوره و با خودش به این نتیجه رسیدیم که یه سری کلاه مرتضی انتخاب کنه و از اون کلاه استفاده کنه. در هر حال مرتضی یکی از قوی ترین آدمایی بود که من تو زندگی میشناختم و من 100% اگه تو شرایطش بودم یه همچین برخوردی رو از من نمیدیدید. ما عشق مرتضی رو ندیدیم هیچ وقت، من تا هیچ جام راجب این مسائل صحبت نکرده بودم تا الان. الانم خواهش میکنم دیگه مصاحبه رو ببریم به یه سمت بره دیگه. تو سوالی که راجب ریزار داشتی و میپرسی، آره، یعنی آخرین سوال ما تو بخش موزیک رضا جون اینه که چرا تو ریزار آدم هایی که اومدن مثل مازیار، بابک و یا حتی روزبین عطله چرا موندگار نشدن؟ یعنی چرا مدام خواننده عوض شد و چرا الان با هم دیگه رو استیج نمیشن؟ این خب سیاست گروه ریزاری نبوده که ما یه تعداد خواننده ثابت رو بیاریم و این کار رو انجام بدیم، کما اینکه دوستی من با این عزیزان همچنان برقراره و خب این دوستانم الان هر کدومشون یه قطب موسیقی ما، یعنی هر کدوم سوپر استارای موسیقی ما هستن
و شاید در آینده نزدیک این کارو بکنیم، شاید هم نکنیم. دلیل تعمدی نداشته، نه.